اگر نمیتوانی سخن حق را بگویی برو تو خونت بتمرگ بخواب. مجاهد هم عضو پارلمان شد، ملا هم عضو پارلمان شد، صوفی هم عضو پارلمان شد، شیخ الحدیث هم عضو پارلمان شد، سیاف هم عضو پارلمان شد. چرا؟ چون دلار. یا شر نیست به یک ملایی، به یک عالم دینی که مثلا در ایران بیاد از همچین رژیمی دفاع بکنه؟ استاد انصاری، من میخوام یه موضوع رو خدمت شما عرض کنم و نظر شما رو جویا بشم. بفرمایید. خواهش میکنم، علمایی در کشور ایران هستند که امامت جمعه مسلمانان اهل سنت رو به عهده دارن. بله. متاسفانه اونطور که من دیدم و من به هر صورت در کشور خودمون از نزدیک این علما رو افکارشون رو دیدم، عقایدشون رو دیدم، سخنانش رو گوش کردم، در به هر صورت در نماز جمعهشون شرکت کردم، ولی اونایی که از طرف دولت منصوب شدن یعنی امکان نداره سخنان رو میگن در منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم که تمام و کمال به نفع این رژیم جنایتکار تموم میشه. یعنی درست هستن علماء دیگر که از طرف حکومت منصوب نشدن، ولی خب ما من خودم شاهد بودم که سخنان حق رو میگن، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن، از قرآن کریم میگن، ولی متاسفانه این علمای دین فروش، این علمای خود فروش امکان نداره در میان خطبه‌هاشون یا در معنی کلامشون یعنی سخنی رو میگن که به نفع این رژیم جنایتکار تموم میشه. و من میخوام از شما به اصل نظر شما رو بخوام که اینا مردم باید در قبال اینا چه عمل کردی داشته باشن؟ آیا به نماز جمعهشون برن؟ آیا پشت سرشون نماز بخونن؟ درست. آیا اینکه مثلا شخص شما اعمال اونا رو تایید میکنی؟ یعنی اینکه یک انسان مسلمان مؤمن چطور میتونه هم خودش رو مسلمان بگه، همین که از این طاغوتیان شیعه طرفداری بکنه؟ من یه نمونه هم خدمت رو عرض میکنم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. مثلا جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی رو شهید بگه، یا وقتی که رئیس جمهور این جنایتکاران منصوب میشه از طرف خامنه‌ای بالاخره بهش تبریک میگه، شما این حرفا، این سخنان سیاسی رو آیا واقعا میتونی برایش توجیه پیدا بکنی؟ آیا برای یک انسان مؤمن و مسلمان و خدا ترس، الله ترس، همچین سخن گفتنی، همچین عمل کردنی آیا واقعا توجیه شرعی و قانونی داره یا نه؟ من فقط جواب شما رو خواهم داد انشاءالله، مفصل در این مورد صحبت میکنم. منتها یک سوال من این است که شما الان مثلا در اروپا زندگی میکنید، آیا اگر در ایران بودید همین حرفایی رو که الان میتونستید بزنید؟ احتمال زیاد نه، ولی من خب فعالیت چیز داشتم، فعالیت دو درست مجازی درست، اما آشکارا که نمیتونستید این حرفا رو بزنید، درسته؟ نه به این خاطر من عرض کردم که انسان میتونه یا ساکت باشه در این مورد چیزی نگه، و یا اینکه واقعا وجوب گفتنش چی، آیا نفعی داشته. باش. من مثلا میگم که خدمتون 45-6 ساله مثلا من به عنوان یک خطیب جمعه ما داشتیم در شهرستان خودمون، همه مردم نفرینش میکردن، اینطور بود درست. چون که واقعا کاملا به نفع رژیم صحبت میکردن. من متوجه حرفای شما شدم، اون که دیگه مسئله جدا هست، فقط یک باریکی وجود داشت که حالا در موردش توضیح خواهم داد. تشکر میکنم از شما برادر عزیز، تشکر میکنم. من فقط میخوام بگم که نگفتن این سخنان بهتر از گفتنشه. درست. من فقط اینو میتونم برای خودم بیان بکنم. درست. نظر شما رو میشنم انشاءالله. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. الله یار نگهدارت. ببینید دوستان عزیز، یک موضوعی هست که اینجا باید بگم. اولا هیچ نظامی الا که دیگه نظام استبدادی دیکتاتوری مثل مثلا کره شمالی باشه که بیاد امام و خطیب مساجد رو مجبور بکنه که شما حتی سر منبر مثلا از ولی فقیه و از حکومت از اینا تعریف و تمجید بکنید، قاسم سلیمانی رو تعریف و تمجید بکنید، یا مثلا فلان رئیس جمهور رو تعریف و تمجید بکنید، اینو کسی نمیخواد. اینو بعضی انسان ها که انجام میدن یا به خاطر چاپلوسی است، به خاطر پول، به خاطر متاع دنیا حقوقی میگیرن، حقوقشون قطع نشه، بعضیشون به خاطر مصلحت که حالا ما رو از قدرت دور نکنن، از امامت جمعه دور نکنن، این منصب و این درآمدی که داریم از دستمون نیفته. اما جواب سوال این برادر عزیز، من بذارید یک کمی این رو منهجی صحبت بکنیم در موردش.
الله رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند که در هر روز جمعه سوره کهف رو بخونیم. من سالها فکر می کردم که سوره کهف رو چرا ما باید هر روز جمعه بخونیم؟ بعد در بعضی احادیث میگه که این خواندن این سوره در روزهای جمعه انسان رو از فتنه های آخر الزمان دور نگه میداره. چهار تا جوان هست، یکیشون سگشون است. چهار تا به معنی مجازی هستن، شش تا یکیش سگشون است، یا هفت تا یکی سگشون است، یا هشت تا یکی سگشون است. اینها داستان 5-6 تا جوان با یک سگی که میرن توی غاری میخوابن، بعد از مدتی بیدار میشن، تعجب میکنن اوضاع تغییر کرده. داستان اینها رو ما مثلا ای بخونیم، اینها رو هر روز جمعه ای بخونیم. ببینید مسئله فقط خواندن نیست، متاسفانه امروز عزیزان ما مصحف رو میگیرن از اول تا آخر این سوره رو بربر میخوانن. بله ثواب گرفتیم، روز جمعه سوره کهف رو خوندیم. قرآن برای این نیست که شما فقط این رو بخونید. خداوند چند جای قرآن، افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنن؟ آیا در این قرآن تفکر نمی کنن؟ قرآن برای این است که انسان تفکر بکنه در او، تدبر بکنه در او، در معانیش. ببینید این داستان چهار تا، پنج تا یا شش تا انسانی که با یک سگ رفتن در یک غاری خوابیدن و بعد از مدتی بیدار شدن، برای ما یک درسی بزرگی رو میده. یکی از اساتیدمون بعد از اشغال افغانستان گفت که من بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکا حکمت خواندن سوره کهف در هر روز جمعه و این که انسان رو از فتنه ها دور میکنه رو فهمیدم. چی است؟ الله متعال میاد به تو میگه، به توی عالم، به توی دعوتگر، به توی مسلمان، به توی که منبر داری، به توی که تلویزیون داری، به توی که یک مدرسه داری، به توی که چهار نفر صداتو میشنون، اگر نمیتوانی سخن حق را بگویی برو بمیر. اگر نمیتوانی سخن حق را بگویی برو تو خونت بتمرگ، بخواب. حداقل سیاهی لشکر دشمن نشو، حداقل سر منبر از دشمن تعریف نکن. بعد از آمدن آمریکا در افغانستان و ناتو، چمدان ها و بکس های دلار که آمد، دیدیم که لوی جرگه به سلامون مجلس شورای ملی یا قومی پر از ملا بود، پارلمان پر از ملا بود، مجاهد هم عضو پارلمان شد، ملا هم عضو پارلمان شد، صوفی هم عضو پارلمان شد، شیخ الحدیث هم عضو پارلمان شد، سیاف هم عضو پارلمان شد. چرا؟ چون دلار بود. بعد که میگفتی که این افغانستان اشغال شده، بعد میگفتی که مثلا این حکومت حکومت دستشانده است، مردم چی گفت؟ یعنی تو از سیاف بهتر میفهمی؟ شیخ الحدیث رفته اونجا عضو پارلمان شده، در لوی جرگم شرکت کرده، از مولوی شنواری بهتر میفهمی؟ از صبغت الله مجددی بهتر میفهمی؟ حکمت سوره کهف این است که بابا جان سوره کهف رو که میخوانی این درس رو به تو میده که اگر نمیتونی حرف حق رو بزنی برو در یک غاری بمیر، یا حداقل برو در گوشه خانه بشین، سیاهی لشکر دشمن نشو، یا اینکه در جامعه طوری تبارز نکن که دشمن، طاغوت، کفر، منافق بیاد از تو به نفع خودش استفاده کنه. و امروز متاسفانه در تاجیکستان دیدیم در این قضیه حجاب که ملاهایی اومدن هی عرفای چرت و پرت و علکی که نمیدونم در افغانستان این است و فلان است و هیچ خیر و خیرت است، هیچ کسی حجاب کسی رو دست نه. یعنی شر نیست برای یک عالمی که بیاد از یک طاغوتی دفاع بکنه، یا شر نیست به یک ملاهی، به یک عالم دینی که مثلا در ایران بیاد از همچین رژیمی دفاع بکنه.